در 20 سال گذشته بخش بزرگی از مبارزه با طالبان جنگی اطلاعاتی و امنیتی بوده. چطور یک گروه جهادی ضد غرب نظام جمهوری را در افغانستان به زیر کشید و شکست خفتبار را به ابرقدرتی مثل آمریکا و متحدانش تحمیل کرد؟ رازهای ناگفته سقوط یک نظام رو در گفتگوی دو قسمتی با احمد ضیا سراج رئیس وقت امنیت ملی افغانستان بررسی کردیم. احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. تشکر، لطف کردید. سقوط نظام در افغانستان همه رو غافلگیر کرد. امنیت ملی باید چشم و گوش پنهان نظام می بود. سازمان شما چه میکرد که حتی شخص رئیس جمهوری گفت وقت فرار نتونست کفش‌های خودش رو پیدا کنه؟ اولی که یک سیستم بسیار منظم اطلاع دهی و شخص خود رئیس جمهور افغانستان وجود داشت و نه تنهایی که ادارات امنیتی یا ادارات اطلاعاتی منحصر به امنیت ملی نبود و ادارات وزارت‌های دیگر مثل وزارت دفاع و داخله، اونا هم کانال‌های متعدد اطلاعاتی وجود داشت و اداره ای بود به نام توحید که این موقعیتش در داخل ریاست جمهوری بود و این بخش وظیفه اصلیش جمع‌آوری تمام گزارشات بود، جمع‌آوری اطلاعات بود و توحید از بود به رئیس جمهور. بدون شک اطلاعات به موقع و به وقت و زمانش در هر ساحت میرفت. ای که رئیس جمهور یا وقت نداشتن یا نتانستن یا مطالعه نکردن، این یک بحث جداست، اما میکانیزم برای اطلاع دهیشان موجود بود. خب البته ما به این موضوع برمیگردیم آقای سراج، سوالات زیادی در این باره هست، ولی من مایلم که در مورد گزارش سیگار صحبت بکنیم، تازه ترین گزارش این سازمان. سیگار یا بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان در تازه ترین گزارشش که گزارش مقدماتی هست، اصطلاحاً اینتریم رپورت، ادعای دزدی شدن میلیون ها دلار رو در امنیت ملی، نهاد تحت ریاست شما، مطرح کرده. پاسخ شما چیه؟ کاملا به اساس و با سیگار یک جلسه هم داشتیم، در این مورد صحبت کردیم. اینا را از یک تعداد کسایی که مصاحبه می شدم با ایشان و قسم شایعات اینا شنیدن و در گزارش خود آوردن، بدون از اینکه چک کنن با ما که وضعیت واقعا از چی قرار بود، اما ما اسناد بسیار کافی داریم که تا شب 15 آگست که بله، در آخر شب امو اداره به دست نیروهای طالبان افتاد، تا او زمان ما مصارفی که هم داشتیم اسنادش بسیار کافی موجود است و شاهدای کافی در اونجا موجود هستند، کارمندایی که باز بعداً با طالبان هم در قسمت ارائه اسنادها، کسایی که طالب آمده بودن، اونا مصارف دیدن و پولی که در خزانه موجود بود با او هم او را مقایسه کردن. بعد از او که قناعتشان حاصل شد، این کارمندای ما را براشان گفته بودن که دیگه شما میتونین برین به خانه تون، یعنی در حقیقت نخواستن که دیگه اونا را نگاه کنن و چیزی که بعداً ما خبر شدیم که از اونجا بازور انتقال دادن اون مقدار پولی که در خزانه بود که در کجا بردن. خب در این پول اصلاً پول معاشات دو ماهه و سه ماهه کارمندهای امنیت ملی و پروژه هایی که ما برای خیزش مردمی و اینا استفاده میکردیم که تمام ارقام بسیار دقیق با سیگار شریک ساختیم که من امیدوار هستم که در خود گزارش سیگار یه نکاس پیدا کنه. و ما و شما بود. چقدر بود؟ در حدود کمتر از 40 میلیون دلار. حتما شما گزارش رو خوندید، گزارش سیگار رو. اومده که در یک مقطع بیشتر از 70 میلیون دلار نقد در اختیار نهاد شما بود. این فقط کسای اینا را ادعا کردن که از داخل امنیت ملی اطلاع نداشتن، از فقط به اساس شنیدگی و حرفایی که در بیرون سر از او تبصره می شد، بحث او بحث است و در حقیقت
ما خزانه ما به شکلی بود که از وزارت مالیه توند ما یک مقدار پول میگرفتیم و پس مصرف میکردیم. در مقاطعی می بود که بیشتر میشد و در مقاطعی هم کمتر میشد، اما همه بحث در اینجا است که آیا چیزی از اوجه را بوده شده یا نه، که به هیچ نوام نیم. ولی گزارش سیگار تقریبا گزارش مقدماتیش با جزئیات به این معنا که در شرایط هرج و مرج این پول ها از گاف صندوق یا خزانه امنیت ملی غارت شده. ما امیدوار هستم که با مو شفافیت که امرایشان پیش رفتیم و اسناد که وجود داره، افراد که وجود داره، تحقیقاتشان به خوبی پیش ببرن و هر نتیجه ای که رسیدن ما با شما همه ما میشنویم. خب این گزارش میگه که ادعای دزدی شدن 169 میلیون دلار توسط اشرف غنی روز فرار با هلیکوپتر درست نیست، ولی در مورد شما چه این حرفی رو نمیزنه. چرا باید سیگار به گزارش‌هایی که مستند نیست یا درست نیست استناد بکنه؟ این سوال است که بسیار دقیق شما باید از سیگار پرسان کنین و این سوال است که ما هم از سیگار پرسیدیم. نه. که به اساس کدام اطلاعات و به اساس کدام اسناد اینا در گزارش خود نوشتن. اما یک چیز فراموش نکنین که در گزارششان هم بسیار واضح نوشته است که این هنوز مسوده است و گزارش نهاییش بعداً ارائه میشه. آقای سراج، شما کی از افغانستان خارج شدید؟ دقیق تاریخ 16، یعنی یک روز بعد از فرار رئیس جمهوری. یک شب ما در کابل سپری کردیم، در بخش میدان هوایی بودیم. بله. با یک تعداد دیگه از کسایی که بیرون شده بودند. صحیح. خب آقای سراج، شما 16 یک روز بعد از فروپاشی از افغانستان خارج شدید. از کجا مطمئن هستید که پول از خزانه امنیت ملی غارت نشده؟ خب تا زمانی که تاریخ 15 در دفتر خود موجود بودم و با کارمندان ما ارتباط داشتم، تا اون زمان خود به قاطعیت گفتم میتونم، و بعد از اویش هم با کسایی که خب ما نوکریوال داشتیم، کسی بود که 24 ساعته از اوجا مراقبت میکرد و افسران ما که در اوجا باقی مانده بود، اینا معلومات است که باز به اساس اطلاعات یک نفر، دو نفر، سه نفر نی، اطلاعات است که از تقریبا تعداد زیاد از افسران ایرا ما به دست آوردیم و به حرفای از اونا اعتماد هم دارم. آقای سراج، شما چقدر پول خودتون نقد از افغانستان خارج کردید؟ خب ما زمانی که بیرون شدیم توسط تیاره ترکیش ایرلاین بود. بله. و یک تعداد دوستای دیگر هم همراه ما بودن و بعد از او مدت را که ما در ترکیه سپری کردم آمدم به لندن چون یک ویزه ای داشتم. قوانین رفت آمد، قوانین و گمرکات، همه چیز به همگی معلوم است. صحیح. و همگی میدانه که چقدر پول قابل امکان داره که انتقال شده. نه چقدر؟ یعنی مثلا 100 دلار، 200 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار، یک چقدر؟ یک چیز کمتر بود. بسیار کم بود، چیز قابل ملاحظه ای نبود، اما قدر شد که ما را تا مجای داد ما رساند. آیا خودتون، همسرتون یا نزدیکانتون در خارج از افغانستان ملکی دارید؟ به این دلیل میپرسم که گزارش تازه وال استریت جورنال رو حتما دیدید در مورد املاک بعضی از مقام‌های پیشین، از جمله وزیر مالیه پیشین، که بر اساس گزارش وال استریت جورنال سر به 10 میلیون دلار میزنه. خب او گزارشی بود که در مورد کسایی که ذکر شده بود اونا حتما جواب خود دارن، اما به نام ما و به نام خانمم یا به نام نزدیکانم کدام چیزی ندارم در هیچ جایی. آقای سراج، من ویدیویی رو میخواستم به شما نشون بدم که حتما بارها دیدید. در روز عید، در نماز عید، ارگ مورد حمله قرار میگیره، 20 چند روز قبل از سقوط اگر اشتباه نکنم. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
از نظر امنیتی ارگ مهمترین نقطه در اون وقت بود و مقام‌های تراز اول تقریباً همه اونجا بودن. چرا نهادهای امنیتی افغانستان نمیتونستن حتی امنیت ارگ رو تامین بکنن؟ طبیعی است که حوادثی که صورت میگرفت، چندین بار سوال از ما در پارلمان هم شده بود، در مشران جرگه هم شده بود. ما در قسمت نارسایی و ناکامی که در او حملات می بود او را قبول کرده بودیم و قبول میکنیم، اما در پهلوی ازی اگر ما تمام حملات را که ببینیم از حملات بزرگی که صورت گرفته، ما میخواهیم که حالا برای شما یک به یک لیست کنیم. حمله ای که در چارایی زنبق صورت گرفت که یکی از پرتلفات ترین حملات نزدیک سفارت آلمان، حمله ای که در کانتیننتال صورت گرفت، حمله ای که حملات راکتی که بالای ریاست جمهوری چرا چندین مرتبه صورت گرفت و حمله ای که در پانتون کابل صورت گرفت، تمام عاملان از اینا را ما دستگیر کرده بودیم. خب یکی حالت بود که یک حملات جلوگیری نمیشد، اما بعد از حملات تقریبا بالاتر از 90% عاملایشان دستگیر می شدن. عامل اصلی حتی کشته می شد، چون خیلی وقتا اونها خودشون رو منفجر می کردن، ولی شما باید هسته اصلی رو پیدا می کردید. این که به کرات اتفاق افتاده معناش این بود که شما نتونستید هسته اصلی رو از کار بندازید، درسته؟ هسته اصلی، اگر ما به او بحث هسته اصلی داخل شویم، هسته اصلی می رفت به داخل کویته. اکثریت از این کسایی را که دستگیر کرده بودیم، زمان که اینا داخل افغانستان می شدن، زمان که کدام کار را می کردن، اکثریت از دستگیر شده بودن. اما بسیاری از حملات بود که زمان ما به یک چالش بسیار بزرگ روبرو می شدیم که بعد از انجام حادثه می رفتن یا در داخل کویته، و در داخل کویته مراکز تعلیمی بود که با بسیار وضاحت ما تمام از این اسنا را با آیسای شریک ساخته بودیم، اما یا که باز همکاری نمی کردن، اقدام نمی کردن، او بحث جداست. چقدر این مشکلات برمیگشت به همین تعدد مراکز تصمیم گیری؟ مثلا امرالله صالح و حمدالله محب، اینا با هم مشکل داشتن. در تازه ترین مصاحبه که آقای محب با بی بی سی داشت اذعان کرد. شما گویا در بین این دو نفر گیر کرده بودید، درسته؟ خب بر امنیت ملی این بحث به خاطر ازی بسیار مشکل ساز نبود که ما مستقیما امنیت ملی افغانستان ساختار است که مستقیم به رئیس جمهور گزارش میده و مستقیم با رئیس جمهور کار میده. ولی شما گفتید که از کانال گروهی که ایجاد شده بود و نظریات رو توحید میکرد به رئیس جمهور رسیده. دقیق. اینا اطلاعات، بعضی اطلاعات عاجل، حوادث، اینا مستقیم میرفت به مرکز توحید به خاطر اخبار به رئیس جمهور، اما بسیاری مسائل دیگه که مربوط به استقامت دهی خود ارگان میشد و مربوط کارش میشد، او باز همین ساختار قسمی دیزاین شده بود که مستقیم کار کنه به رئیس جمهور. و اختلافاتی که شما یاد کردین بین معاون اول ریاست جمهوری و مشاور امنیت ملی، چیزی بود که واقعا در وقت ما نمیخواستیم که یک حالت باشه، به خاطر از اینکه این سر تصمیم گیری ها تاثیر خود داشت، بعضا تصمیم گیری ها. خیلی خوب، شما او تحت تاثیر اختلاف های اینها قرار گرفتید یا نگرفتید؟ چیزی که اختلافات از اونا بالای ما تاثیر میکرد، امی که فیصله جمعی در آخر، فیصله که درست گرفته نمیشد، تصمیم درست گرفته نمیشد، طبیعی است که او باز تأثیراتش بالای همگی بود. اما باز میایم سر مسئله ای که شما حوادث هم میگین. در قسمت حوادث بازم تعداد کسایی را که ما دستگیر کرده بودیم که مستقیم نقش داشتن در این مسائل، و نه تنها که انجام دهنده عمل بودن، بلکه متفکرینش بودن و کسایی بودن که طراحان عملیات بودن، طراحانش بودن، اینا را ما دستگیر کرده بودیم. به هر صورت چالش هایی هم که بود دوره براتان گفتم که بعض وقتا ما به اتو یک مشکل روبرو می شدیم، و طبیعی هم است که
در قسمت خود ارگان خلاها و چالش های وجود داشت که در قسمت رفع از اون ما تلاش خود کرده بودیم، اما بازم بعض موانع وجود داشت که ما می اصلاحات خود به شکل بسیار زودی که می خواستیم تطبیق کردن تانست. یک مقدار راجع به ساختار خود امنیت ملی صحبت می کنیم، ولی در دفتر توحید نظرات کی حرف آخر رو می زد؟ توحید یک دفتر بود که اصلاً بنایش به خاطر از این گذاشته شد که بعض وقتا در گذشته در سالهای که قبل از اینکه من این سمت متصدی شوم، در ارائه گزارشات بین دفاع، داخله و امنیت ملی تناقضات وجود می داشت و طبعا که این تناقضات خود رئیس جمهور نمیتونست که خودش حل و فصل کنه. بنابراین دفتر را جور کرد که به نام توحید، و توحید مسئولیت امیره داشت که با تمام از این بخش ها کنترل میکرد، چک میکرد و آخرین گزارش تصفیه شدگی و کنترل شدگی را بالای میز رئیس جمهور میگذاشت. گزارش رو کی تنظیم میکرد؟ ساختار بود که در قالب شورای دفتر شورای امنیت بود و یک مسئول هم داشت. پس آقای محب بودن؟ خب ای که مستقیم بالایش، یعنی صلاحیت کلی داشته باشه به او قسم نبود، چرا که این دفتر مستقیم به رئیس جمهور کار میکرد، اما در دفتر شورای امنیت بود. بله. آخرین جلسه ای که رهبران سکتورهای امنیتی با اشرف غنی داشتن دو سه روز قبل از سقوط بود، به او گفتن که کار از کار گذشته. ارزیابی کی بود که کار تمومه؟ خب این جلسه اصلا بعد از سقوط هرات جلسه ای بود که در او جلسه به خاطر از این که یک تصمیم جمعی گرفته شود، از تصمیم کلی گرفته شود، دکتر صاحب عبدالله هم دعوت شدند. در این برنامه فیصله ای بود که باید یک فیصله جمعی صورت بگیره و بالاخره بعد از امون نقاط را که ما میخواستیم که از او با هر قیمت که باشد دفاع کنیم، اون نقاط دیگه از دست رفته بود. ده. مثلا سقوط قول اردو در قندهار و سقوط قول اردو در هرات ما را در یک نقطه رسانده بود که یعنی روحیه هم در درست. یک حالت نبود که به مقاومت زیاد ادامه دادن میشد. نه، اون جلسه دیگه بود، ولی جلسه دیگه بود در روزهای منتهی به سقوط که شما بودید، آقای محب بود و همینطور وزیر دفاع آقای محمدی. این جلسه است که متعاقبه. بله، بعد از اون جلسه برگزار شد، نزدیکتر به سقوط. بعد از اون شام امروز، شام جمعه در دفتر وزیر صاحب دفاع همین جلسه صورت گرفت و به وضاحت خب وضعیت نیروها به همگی معلوم بود و مشکلات هم معلوم بود. چیزی که در اون جلسه فیصله شد امی بود که رئیس جمهور باید یک تصمیم سیاسی را باید بگیره. خب ای که طالبا این فیصله را قبول میکردن؟ نه، ما باور داشتیم که طالب به این فیصله اعتنایی نمیکنه و قبول نمیکنه، به خاطر از اینکه طالب در زمانی که 16 ولسوالی افغانستان در کنترلش بود مسئله صلح نمیپذیرفت، همه چیز رد کرد. چطور میتونست که در یک وقتی که در بله طالبان در شرایط بسیار بهتری بودن؟ ولی سوال من این بود که گفته میشه که در اون جلسه که حالا ارزیابی از جلسه قبلی هم بود، کسی گفت که دیگه کار از کار گذشته، دیگه مقاومت فایده ای نداره. کی بود؟ کدوم نهاد چنین ارزیابی کرد؟ کی در حقیقت دو سه روز قبل از سقوط به اشرف غنی گفت که مقاومت فایده ای نداره؟ این فیصله در عمو جمع شد. در عمو. پس در همه جمع. افراد به این نتیجه رسیدن. بله. خب وزیر صاحب دفاع وضعیت وزارت دفاع را بهتر برش معلوم بود. درست. وزیر داخله هم به مو شکل و ما هم درست. از حالت ارگان خود. حالا شما رئیس امنیت ملی بودید، بخشی از ارتش در کابل بود، نیروهای ویژه بودن،
پلیس بود، نیروهای شما بود، هزاران نفر محافظ در کابل بودن، از محافظین نماینده های پارلمان بگیرید تا وزرا، تا معاونین وزرا، تا رؤسا. چطور رهبران سکتورهای امنیتی خودشون رو باختند در حالی که نیروهای زیادی در همون پایتخت بود؟ چرا به این فکر نکردند که از کابل دفاع کنند؟ اولی که در قسمت دفاع کابل، در او مورد فیصله جمعی می بود که در ساحات دیگر مشاهد نتانیم، اما در کابل، منظور ما از کابل هم شهر کابل نبود، به خاطر از اینکه در شهر کابل چند مشکل وجود داشت. یکی که تعداد مهاجرینی که سرازیر شده بود از ولایت‌های مختلف در اثر جنگ‌ها و خود نفوذی که در کابل زندگی می‌کرد تقریباً به مرز 10 میلیون انسان رسیده بود و می‌فهمیدیم که جنگ در کابل یک جنگ خونین خواهد باشه که در او برنده هیچ کس نیست و با وحشتی را که طالبان در ولایت‌های دیگر از خود نشان داده بودند در این 20 سال گذشته، این جنگ در کابل بسیار سخت می بود و یک کابل محاصره ای که راه های اکمالاتیش هم قید و هیچ چیز اکمالات نمی شد، چرا که ما بندرها را از دست داده بودیم دیگه، اکمالات بسیار سخت بود. این به مردم کابل یک فاجعه بیشتر از این حالتی که امروز دارن می بود. به او خاطر فیصله ای که شد، رئیس جمهور با آقای بلینکن صحبت داشتن روز شنبه و فیصله به می شد که ما تا دو هفته آینده بالای مکانیزم کار میکنیم که یک حکومت انتقالی باید بیاید. او حکومت انتقالی هم از این حکومت طالبا چیز فرق نمی داشت، صحیح، اما امیدواری وجود داشت که امی پاشیدگی که با وجود آمد شاید با وجود نمی آمد. به می دلیل روز یک شنبه که 15 آگست بود، پلان همگی و چیزی که برای ما هم گفته شد و امی تصمیم بود که ما از کابل به هر قیمتی که میشه از اطراف کابل وضعیت باید کنترل کنیم و در این موقعیت خود حفظ کنیم تا دو هفته مذاکراتی که هیئتی که قرار بود با طالبا ببینن این به نتیجه برسه، صحیح، و برنامه ما می بود. و روز یک شنبه زیاد رئیسای خود امنیت ملی و کسایی که به ما نزدیک بودن همین سوال می کردن که برنامه چی است، ما چی کنیم. تمامشان حرفی که ما برشان گفتیم همی بوده که ما تا دو هفته ظرف دو هفته از کابل باید دفاع کنیم و اما در حقیقت ظرف دو هفته باید انتقال به دولت بعدی، دقیق، اما این که کابل به شکل از این دفاع شود که باید اینجا به یک مرکز مقاومت تبدیل شود، پس با این حساب ممکن بود. پس با این حساب فرار یک باره آقای غنی همه چیز رو به هم زد. خب وقتی که من هم خودم هم خبر شدم که رئیس جمهور برآمدن از کابل، باورم نمیشد، به خاطر از این که دقیق ساعت 1:45 بین 1:45 تا 2 بعد از ظهر تماس را دریافت کردیم، همزمان من و وزیر صاحب داخله، و در این تماس رئیس صاحب جمهور تاکیدش بسیار زیاد بالای امی موضوع بود که ما آشوبگرا، چپاولگرا، کسایی که در داخل کابل وضعیت خراب ساختن، به شمول طالبایی که داخل شده بودن و قصدن میخواستن که وضعیت خراب بسازن، ما باید از امو امکاناتی که داریم از او استفاده کرده وضعیت کنترل کنیم. اما باید نبریم که امنیت ملی یک اداره اطلاعاتی بود، درست، ما امکانات از اون نیرویی را که برای جنگ داشته باشیم مثال محدود بود. صحیح. شما در لحظه که آقای غنی فرار کرد کجا بودید؟ من در دفترم بودم. کی متوجه شدید که آقای غنی افغانستان رو ترک کرده؟ خب همین که طیارهشان پرواز کرد و من هم مصروف صحبت با یکی از معاونینم بودم در دفترم و بالای زمین صحبت میکردیم که وضعیت کابل به چی شکل و با کدام نیرو کنترل کنیم،
کی خبر برای ما آمد. خب این در حالت بود که کی خبر رو به شما داد؟ یکی از همکارای دیگه ما، یکی از معاونینم بود که وا هم همی موضوع را تلفن کردن و ما و معاون دیگه ما کشش نبریم همی موضوع را یک جو شنیدیم. صحیح. و در اون حالت بود که دیگه هیچ چیز امکان نداشت وقتی که سرقومندان علا از همه چی فرو پاشید. خب ما کمی به گذشته برگردیم. شما البته اشاره کردید که وقتی با سرشاخهای طالبان میخواستید مبارزه بکنید یا هسته های طالبان اونها به کویته پناه میبردن. شما 20 سال در امنیت ملی خدمت کردید، از پایین ترین رتبه ها به بالاترین رتبه رسیدید. چرا دست کم بعد از سال 2009 طالبان روز به روز قدرتمندتر شدن و نهادی که شما درش خدمت میکردید نتونست طالبان رو مهار کنه؟ خب ما اکثرا وقتی که به این قضیه میبینیم همیشه سوال به قسم مطرح میشه که همگی از یک زاویه میبینن که بیشتر بالای از این که چرا نیروهای امنیتی و امنیت ملی ضعیف بودن، اما طرف دیگه قضیه که تجمع بسیار زیاد از گروه‌های مختلف تروریستی بود، اینا روز به روز قدرت می‌گرفتن، اینا روز به روز تمویل می‌شدن، امکانات به دست می‌آوردن، تعلیمات داده می‌شدن، این بحث کم از این چشم پوشی میشه. بله آقای سراج، اونها در غارها در بیابانهای دوردست تعلیم میدیدن، بله به اونها امکاناتی هم داده میشد، ولی CIA قدرتمندترین، ثروتمندترین و پیشرفته ترین نهاد اطلاعاتی جهان همکار شما بود. MI6 MI6 در حقیقت از بریتانیا همکار شما بود. شما محدودیت مالی نداشتید، حمایت سیاسی داشتید و حتی در اون اوایل بر اساس ارزیابی های منابع مستقل حمایت مردمی هم داشتید. اولش هیچ سرویس اطلاعاتی را مدر جهان سراغ ندارم که به قسم باشه که پولش نامحدود باشه و خب منابع محدوده در هر صورت، ولی در مقایسه با منابعی که در اختیار طالبان قرار می گرفت شما از میلیون ده ها میلیون دلار در اختیار شما بود، خیلی از اونها حتی ثبت نمی شد. تفاوت وجود داشت. تفاوتی بود که این سرویس هایی که ما را کمک می کردن اینا در عرصه های مختلف کمک می کردن، مثلا تعلیمات به خاطر مدیریت، رهبری، به خاطر ساختن توانایی‌های بیشتر در ادارات مختلف، یعنی کار از اینا ساخت و ساز بود، کار از اینا مصرف به این بود که به دورنگری بود و این بود که بالاخره امنیت ملی بتونه در یک آینده دور به پای خود استاد شود، ولی تمام از این کمک‌ها صرف در یک عرصه بود که ضد تروریسم. اما اگر ما مقایسه کنیم گروپ های تروریستی را و کشورهایی که اینا را تمویل میکردن، اینا یک اجندا داشتن: تخریب و از بین بردن. ساختن تا از بین بردن بسیار با هم تفاوت داره و در قسمت امکانات هم اگر ما ببینیم در ساختن وقت بیشتر مصرف میشه، انرژی بیشتر مصرف میشه و پول بیشتر، اما در تخریب هیچ. من یک مثال چی را براتون میتونم، یک مثال زنده، تعلیمات را که اکثریت امی بمسازا برست آورده بودن، اینا در 1500 افغانی که معادل 15 دلار امریکایی میشه بم های را می ساختن که توانایی تخریب یک موتر زره 1 لک دلاری را داشت. اینال خودتان میتونین که مقایسه کنید. خب هر کشوری مشکلات امنیتی داره. شما ببینید اگر نهادهای امنیتی در همین غرب نباشن، شاید با همین پول ایده کاخ ریاست جمهوری رو در آمریکا یا دفتر نخست وزیر رو در بریتانیا هم بخوان منفجر بکنن، ولی این کار مؤسسات اطلاعاتی و امنیتی. در صورت یکی از کارهای شما ضد جاسوسی بوده. شما اشاره کردید که بعضی از افراد طالبان به پاکستان پناه می بردن.
در کابل یک تلقی عمومی وجود داشت که خیلی از مقام‌های دولتی افغانستان آدم‌های کشورهای دیگه‌ای هستند. عده زیادی از اونها با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، پاکستان، ایران، حتی چین و هند هم کار می‌کردند. آیا کسی رو شما از کشورهای بیگانه در دستگاه‌های امنیتی خودتون گرفتید یا در سایر دستگاه‌های دولتی افغانستان؟ دقیق دستگیری‌های بوده در این بخش که شاید در عمق از این موضوع زیاد رفته نتانم، اما یک چیزی که ما و شما توافقی کردیم، توافق ما این بود که اگه پاسخی به منافع ملی افغانستان لطمه میزنه یا جان همکاران شما رو به خطر میندازه جواب ندید. درست دقیق در این مسئله شاید من در عمقش رفته نتانم، اما یک چیز خدمتان عرض میکنم که ما یک سرویس بودیم که پابند به قانون، پابند به قانون اساسی و در بسیاری موارد قانون به شکل ساخته شده بود که محدودیت‌های بسیار زیاد را بر ما ایجاد کرده بود. خب اگر شما این بحث کنین که آیا چهره ها را ما میشناختیم که کی با کدام کشورها بسته بودن و رابطه داشتن، بله. ای که چرا ما دستگیر کردن نمیتونستیم، یک تعدادشان را نتونستیم، ای به خاطر از این که بین اطلاعات ما و بین امو مرحله‌ای که باز ما میتونستیم اقدام کنیم اونا را دستگیر کنیم یک فاصله بسیار زیاد بود که بعض وقتا این فاصله را در ماها و بعض وقتا ضرورت بود که در سالها ما بپیماییم. خب چرا سازمان‌های اطلاعاتی دیگر دنیا همچین مشکلاتی ندارن؟ اونا به راحتی در خارج از مرزهای خودشون اگر کسی مخل امنیت ملیشون باشه تردیدی نمی‌کنن، اون رو از بین می‌برن. خب این باز می ای که ما کدام سرویس استخبارات صحبت می‌کنیم، بعض سرویس‌های استخبارات است که خودشان قانون هستن مثل ISI و هیچ قانون از اونها که فراتر نیست، اما ما یک سرویس بودیم که نوپا در سال 2001 بنا گذاشته شده بود و شدیداً متاثر از قوانینی که ما داشتیم و فراتر از قانون ما هیچ کار کردن. آقای سراج، شما راجع به ISI حرف زدید ولی من میخوام شما رو مراجعه بدم به یک جمله بسیار معروف در CIA، در سازمان سیا یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. رابرت گرینیر که در سالهای 2004 تا 2006 رئیس دایره مبارزه با تروریسم بود میگفت کار نهاد اطلاعاتی اینه که بکشه قبل از این که کشته بشه یا بکشه قبل از این که عامل مخل به امنیت ملی کشور ضربه بزنه. این در همه جای دنیا است. اکثر سازمان‌های اطلاعاتی با چنین روشی کار می‌کنند. خب به هر صورت چیزی را که در افغانستان بود یا نهاد ما بود، هیچ حکومتی در افغانستان، ما دو حکومت تجربه کردیم، البته هم رئیس صاحب جمهور قبلی کرزی صاحب و هم دکتر صاحب اشرف‌غنی، هیچ کدامشان با این موارد موافق نبودن. یعنی اونا موافق نبودن که هسته بمب‌گذاری انتحاری در کویت رو شما از بین ببرید، از میان ببرید؟ تأکید بالای ازی بود که ما از طریق سرویس همتای خود که در هر کشور که هست با تعاملی که ما باید با ایشان ایجاد کنیم این معلومات در اختیارشان قرار بدیم که ما دقیقا نمی کارم میکنیم. آیا اصلا شما نفوذی در ISI داشتید؟ به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که خیلی معمول اینه که سازمانهای اطلاعاتی در کشورهای متعدد نفوذ میکنن، حتی یک بار موساد در خود CIA نفوذ کرده بود و یکی از افراد خیلی مشهورش جاناتان پولارد تحلیلگر اطلاعاتی دولت آمریکا بود که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. رابطه اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیکه. آیا شما داخل ISI کسی رو داشتید؟ ای از امو ساحات یا امو بخش هایی است که ما و شما بالایش به توافق رسیدیم که شما نمیتونید بالایش صحبت بیان بکنید. خب گزارشی از نیویورک تایمز منتشر شده بود که در اون ادعا شده بود افراد زیادی ماهانه از سازمان‌های اطلاعاتی مثل CIA پول می‌گیرند. حتی اسم بعضی از اونها هم مطرح شد در گزارش نیویورک تایمز. آیا شما کسانی رو می‌شناختید که در دستگاه اطلاعاتی افغانستان کار می‌کردند و از بیرون پول می‌گرفتند، حتی از
سازمان دوست و همکاری مثل CIA؟ در صورتی که ما به این شکل اطلاعات که در سطح پایین توان دستگیری هایی داشتیم، کسایی بود که ما دستگیرشان کردیم، اما در سطوح بالا در صورتی که به این شکل اطلاع می داشتیم و شواهد می داشتیم، تبعیض که قانون در او قسمت بسیار صراحت داشت، ما گرفتار کرده می تانیم. بازم در سطوح کردید؟ بله، ما این کار کرده بودیم. چندین تن افراد بود که دستگیر شده بودند، تنها در خود نهادهای امنیتی نه، بلکه در بعض وزارت‌های دیگه هم که بالای از این هم زیاد صحبت به خاطر از این کرده نمیتونم که دوسیه های تمامشان به سارن ولی سپرده شده بود و اونا اما مراحل تحقیقاتی که بود را گذشتاندن. آیا شما محل فعالیت رهبران طالبان رو میدونستید مثلا در پاکستان و مراجعه کردید به رهبران افغانستان و خواهان این شدید که با اونها برخورد بشه؟ خب در قسمت آدرس های اینا، بله، آدرس های اکثریتشان میدونستیم، در کوچه ای که زندگی میکردن، در خانه ای که زندگی میکردن و یک هدایتی که برشان داده شده بود در پاکستان همی بود که خانه ها را بسیار به شکل سریع و زود تغییر و تبدیل میکردن، به استثنای فامیل حقانی که اونا باز آدرسشان تقریبا در اون جاهایی که بودن مدت زیاد زندگی کردن، اما اکثرا بسیار زود تغییر میدادن. خب هیچ وقت شما پیشنهاد کردید به آقای کرزی یا مثلا به آقای غنی که مقام های طالبان رو رأساً در عملیات استخباراتی از بین ببرید؟ اصلا در پالیسی ما این مسئله نبود. چنین چیزی در سیاست شما نبود و نمیتونستید چنین کاری بکنید. ولی CIA خودش مستقیما افراد طالبان رو هدف قرار میگرفت. شاید شما اسم KPF یا Host Protection Force، نیروی حمایت از خست رو شنیده باشید. اینا خودشون این کار رو میکردن، آمریکایی‌ها این کار رو میکردن. چطور اگر شما تشخیص میدادید که کسی مخل امنیت افغانستان هست، شما نمیتونستید اون رو از میان ببرید؟ اونا همی کار نمیکردن. عملیات هایی که میداشتن، اکثر عملیات هایشان به خاطر دستگیری میبود. از سال 2008 تا 2012 2000 نفر از اعضای طالبان با درون در مناطق مرزی و خیلی وقتها در داخل خاک افغانستان، ببخشید، در داخل خاک پاکستان توسط KPF یا Host Protection Force کشته شدن. خب او بحث امریکا را میمانیم به جای خودش، چرا که من نمیتونم بالای کارهایی را که ایالات متحده امریکا میکرد بحث کنم، اما ما در مورد پالیسی خود ما خدمتتان عرض کردم که ما هم یک پالیسی را نداشتیم. فکر نمی کنید که همین خودداری شما اشتباه بوده؟ الان وقتی به گذشته نگاه میکنید سقوط رژیم رو میبینید؟ خب این قضاوت هم میمانیم به آینده که بعدا ارزیابی شود که آیا چقدر این مسئله دقیق بوده یا بجا بوده یا نبوده. شما اشاره کردید که نهاد سازمان های متعددی که مرتبط با گروه های تروریستی بودن یا اصطلاحاً تروریستی تلقی می شدن در افغانستان فعالیت می کردن. وقتی که نظام سقوط کرد، چه تعداد از اعضای داعش در زندان‌ها بودند که الان آزاد شدند؟ دقیقاً در سه محل که زندان پلوچرخی بود، در بگرام بود و نظارتخانه امنیت ملی که تحقیقات ابتدایی کسایی که جریان داشت در اون نقاط بودند، حدود 4000 نفر بودند و در این جمله در این 4000 نفر رهبران بسیار کلیدیشان بودند. در چند سال گذشته فعالیت ها و عملیات هایی را که ما در مقابل داعش انجام دادیم، همچنان کمک مردمی را که در ننگرهار ما داشتیم، داعش در یک حالت بسیار بد قرار گرفته بود. مثلا اسلم فاروقی را ما دستگیر کردیم، شیخ عمر کنری را دستگیر کردیم که یکی از رهبرایشان بود و به این شکل از 6 نفر یا 6 رهبری که تصمیم گیره
تمام مسائل در داعش بودن، تقریبا همشان دستگیر کردیم که بعد از او قشر دوم از اونا که دکتر شهاب المهاجر هم از اون جمله کسا بودن، اینا در سطح رهبری آمدن و این 4000 نفر توسط خود طالبا رها شدن. یعنی طالبا امون زندان‌ها را شکستاندن و رهایشان کردن و آل یک درد سر بزرگ به همگی شده و بیشتر هم میشه. وقتی میگید بیشتر میشه به چه معناست؟ اون نهادهای متعدد یا سازمانهای متعدد افراطگرا فعالتر خواهند شد؟ نه، تمام گروپ های دیگه تروریستی با طالب یک جا هستن، هم فکر هستن، تحت حمایه طالب در افغانستان بودن و آل هم فعالیت هایشان بیشتر شده، به شمول القاعده که بعد از کشته شدن رهبرشان اسامه بن لادن در پاکستان، اینا یک مدت به خاطر حفظ رهبرای خود سطح فعالیت های خود کم ساختن، بیشتر سرمایه گذاری کردن در بین گروپ های تروریستی دیگه. اما در دیدگاه و در ریشه داعش با این گروپ ها فرق داره، با خصوصا با طالبا. با طالبا در قسمت اجرای عملیات هایی را که اینا کردن در کابل همسویی داشتن و او همسوییشان به خاطر از این بود که دولت دشمن مشترک داشتن، افغانستان دشمن مشترکشان بود. اما صرف در قسمت عملیاتی این مسئله بینشان بود و سالهای زیاده داشتیم به این قسمت. شما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ریاست امنیت ملی رسیدید. از نظر شما برنده انتخابات چه کسی بود؟ تقلب شد؟ خب اول اولویت برای ما در انتخابات بسیار واضح بود که ما در قسمت تأمین امنیت انتخابات باید کار کنیم که او مسئولیت خود بسیار به خوبی، وزارت دفاع، داخل، امنیت ملی بسیار به خوبی انجام دادیم و در قسمت مسائلی که مربوط کمیسیون انتخاباتی میشد ما قصداً مداخله نکردیم. به خاطر ولی شما اطلاعات پشت پرده میداشتید به خاطر اینکه امکاناتش رو داشتید. اون چیزی که در رسانه ها گفته میشد یا کمیسیون گفت یا سیاسیون میگفتند چیزی بود و ولی دسترسی شما چیز دیگری بود. از نظر شما به عنوان یک کسی که الان اون دوره گذشته و دارید به اون دوره نگاه میکنید، کی رئیس جمهور واقعی بود؟ اسم کی باید از صندوق میومد بیرون؟ آیا تقلب شده بود؟ خب در قسمت ازی که ما به کدام اسناد دسترسی داشتیم و کدام شواهد به دست ما میرسید، این زیاد بستگی به این داشت که به خود ظرفیت کل سیستم ما. بله. در صورتی که من یک اسناد را به دست نیاورده باشم یا از طریق سیستم برام داده نشده باشه، بسیار برام سخت است که من حکم کنم از تخیلات خود یا از معلومات خود. به او خاطر اکتفا میکنیم به او نتایجی که پیش آمد. اما یک چیز میخواهیم بسیار واضح براتون عرض کنم که در عوامل سقوط هم عوامل بیرونی داشتیم که عوامل بین المللی هم بود و منطقه‌ای هم بود و هم ابعاد داخلی داشتی سقوط. یکی از ابعاد بسیار کلیدی از این سقوط که خب او دیگه هم دلایل داره، عوامل داره، انتخابات های 2014 و 2019 یک تاثیر منفی بسیار شدید نه تنها بالای تمام مردم بلکه در صفوف نیروهای امنیتی یک تاثیر منفی از خود به جا گذاشته بود که متاسفانه حالت پیش که آمد خوشایند نبود، اما اون چیزی بود که قبول شد توسط مردم. در قسمت عوامل هرچند دوستانی که در مورد سقوط صحبت کردن هر کس دیدگاه و نظریات خود بیان کردن، اما من میخوایم که
ایره از دید خود چیزی که اسناد که ما مطالعه میکردیم و دیده بودیم کوتاه خدمتتان عرض کنم. تا وقت کوامل در سه عرصه بین المللی منطقی و داخلی درست بالایش یک تحلیل نشه فکر نشه بسیار سخت است که یک یا دو عامل آدم سرش زیاد تاکید کنه که امی عوامل اصلی بودن. کوتا اگر از خودش آغاز جنگ شروع کنیم امی جنگ علیه تروریسم تهدابش بسیار پیچیده گذاشته شده بود. پاکستان کشوری که طالبان را به دستای خود پروراند و تا او نقطه را رساند، ایالات متحده امریکا من حیث یک شریک بسیار نزدیک این جنگ اونا را در این ائتلاف گرفتند و پاکستان از روز اول که ایالات متحده امریکا داخل شده بود در صدد بیرون کردن از اینا بودن و بسیار گفته شده در مورد اینکه پاکستان با امریکا صادق نبود. یکی از عوامل پس از نظر شما این بود؟ امی بود که اینا زیاد به این باور بودن که آمدن امریکا به خاطر از بین بردن سلاح هسته‌ایشان است. تغییراتی که در منطقه آمد، کشورهای قدرت‌های منطقه‌ای یک تفاهم رسیدن که دیگر فضا را برای بود باش ایالات متحده امریکا در افغانستان تنگتر و تنگتر ساخته بود که بودنشان بسیار سخت برایشان شده بود. خستگی ایالات متحده امریکا از یک جنگ فرسایشی که ادامه داشت، تفاهمنامه دوحه که در تفاهمنامه دوحه بعض عوامل داخلی را برای ما ایجاد کرد که رهایی 5000 زندانی بود، کاهش عملیات های هوایی یا کاهش حمایه هوایی بود، عدم دورفکری سیاسیون ما بود که از این 20 سال نتانستن به صورت بسیار درست کل ما به شکل مجموعی یک آمادگی می گرفتیم که در امت روز که ما به او مواجه می شدیم یک آمادگی می داشتیم از جمله امنیت ملی، نهادی که تحت اداره شما بود. دقیق، یعنی یک دورفکری نبود. و مسئله دیگه بی‌باوری مقامات عالی حکومت از بیرون شدن امریکا بود. تا مراحل اخیر هم مشکل بسیار زیادی که در تصمیم گیری ها بود، مقامات عالی در حکومت به می باور بودن که ایالات متحده امریکا با وجود اعلانی که شده، با وجود صحبت هایی که میکنن، اینا بیرون نمیرن و در افغانستان باقی میمانن و به می شکل نتایج انتخابات را که خدمتتان عرض کردم تاثیرات منفی خود داشت و همچنان فضای آزاد مطبوعاتی که در اختیار طالبان قرار گرفته بود و از او تبلیغات خود بسیار به شکل گسترده که سبب تضعیف روحی نیروهای امنیتی و دفاعی شد، اینا عوامل هستند که تنها منحصر به این عوامل هم بوده نمیتونه، شاید کسی چیزهای دیگه هم داشته باشه، اما از دید من عوامل کلان امی عوامل بوده. نگاه به آینده بعد از این چه خواهد شد؟ آیا یعنی شما به عنوان یک کسی که در گذشته در مقام در رده های عالی نظام کار کردید چه برنامه‌ای دارید؟ نگاهتون چیه به آینده؟ خب در آینده من میخوایم دو سناریو را خدمتتان عرض کنم. سناریوی اول بیشتر سناریوی یک آرمان است، یک آرزوست که ای که چقدری تطبیق میشه زیاد بستگی به طالبا داره که حالا در حکومت هستن. این سناریوی است که خب طالبا به واقعیت تن بتن، این یک کشور کثیرالقومی است، مذاهب که در اینجا هست یعنی شیعه و سنی و دیگه تکثر قومی همش باید پذیرفته شود، به تمام مردم باید جا داده شود و حقوق خانم ها، حقوق هر کسی که در این خاک زندگی میکنه، این بحث هایی است که ضرورت به باز آزمایش نداره، تاریخ ثابت ساخته و اگر اینا
تمام احزاب شامل حکومت بسازن، یک حکومت واقعا مردمی باشه و از همه چیز مهمتر اراده مردم باشه که مردم خودش تصمیم بگیره که چی میخواین. اگر به این راه حرکت کنه یک وضعیت خوبی را من پیش بینی کردم میتونم. حتی در این حالت هم مشکل بسیار بزرگ مویی است که در افغانستان آل یک مکان امن برای یک تعداد زیاد تروریست های خارجی شده و این تروریست های خارجی اینا موافقی را که با طالبان داشتن و تفاهمی را که داشتن این نبود که فقط بیاین و حکومت بگیرن و خلاص، نه، اینا هر کدامش ازبکستانی ها میخواین که خلافت اسلامی در ازبکستان باشه، تاجیکستانی ها عین چیز در تاجیکستان میخواین، حتی پاکستان که به می حد طالبان را کمک کرده وضعیتش یا امنیتش خرابتر شده نسبت به او چیزی که در گذشته بوده. خب اونا پلان کلانی بود که بیرون شدن امریکا، بله، و فکر میکردن در نهادهای پاکستان زیاد باور به می بود که امریکا آمدنش صرف از بین بردن سلاح هسته‌ای پاکستان است و بیرون ساختن از اونا برشان اولویت بود و فکر میکردن که مشکلات دیگه را مدیریت کرده میتونن. اما در این تقریبا بیشتر از 10 ماه چیزی را که ما میبینیم که مدیریت کردن نتانستن بسیاری مسائل. بله. سیناریوی دوم که چیزیست که به اساس حقایق و چیزیست که من فکر میکنم به اون طرف روان است، متاسفانه یک تصویر بسیار تاریک است. درست. تصویر تاریک به این که ما حدود هزاران نفر آل بمبگذار داریم، هزاران نفر است که دیگه این ماموریت کرده نمیتونه. اینا باید انرژیشان در یک جای باید به مصرف برسانند. ما صدها نفر یا هزاران نفر کسهایی نداریم که تربیه شده که خود انتحار کنند و اینا یک نقطه ای را باید پیدا کنند و در تلاش از اوستن که امین انرژی را مصرف کنند. بله. پس روابط از اینا با گروپ های تروریستی، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد و غیره، اینا را مجال از این نمیده و اجازه از این نمیده که از این تفاهم بیرون شوند. وقتی که اینا بیرون نشدن، ناامنی در منطقه را بیشتر میسازند، کشور امین غربت کروان است از این هم بیشتر میشه و مشکلات مردم بیشتر میشه و این یک حالت است که در صورت که کشورهای منطقه فعلا در خط نخست، چرا که این بار تهدید بیشتر به کشورهای منطقه متوجه است و کشورهای جهان اگر متوجه نشن و از این وضعیت جلوگیری نکنن، این یک فاجعه به همه گی خواهد. آقای سراج، دو تا سال خیلی کوتاه، اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم. هیئتی از طالبان در تلاش هستند که بعضی از افرادی که در خارج از افغانستان هستن رو برگردونن. اگر از شما درخواست بکنن، شما حاضرید برگردید به افغانستان با طالبان کار کنید؟ طالبا به شکل فرد ما هیچ وقت به طرف طالب ندیدیم. این یک مفکوره است. آیا ما تسلیم مفکوری میشیم که 20 سال در مقابلش جنگ کردیم؟ و آیا کسایی که میرن تسلیم از اون مفکوره میشن؟ در صورت کوتاه باشه، ابدا نه. خب آیا حاضرید به جبهه مقاومت مثلا به رهبری احمد مسعود بپیوندید؟ یعنی راهی که وجود داره، راهی که در پیش همه ما وجود داره، صرف مقاومت است. از راه سیاسی، از راه نظامی، طبعا سیاسی در قدم نخست میه، چرا که در صورتی که بازم به حرف پیشتر میام که طالبا قبول کنن واقعیت‌های از این جامعه را درک کنن و امی کشور باز ضرور نیست که یک لابراتوار دیگه شبه و دوباره نزدیک به یک سال است که ما عملکرد طالبان رو دیدیم. چی فکر میکنید؟ شما سه تا راه شاید یا چهار تا راه دارید. به طالبان بپیوندید، وارد یک جبهه سیاسی بشید که مثلا در استانبول تشکیل شده، به نیروهای احمد مسعود بپیوندید، یا اینکه به عنوان یک شهروند، یک فرد عادی ادامه زندگی بدید؟ هر حرکتی که در بر ضد امی افراطیت و به ضد امی وحشتی که در کشور روان است به او باشه، من همراهش موافق هستم. ایچی که از بخش سیاسی باشه و چی کارهایی را که برادر ما احمد مسعود پیش میبره
ما با جناب مسعود صاحب در تماس هستم، صحبت میکنیم و ما از کارهایی که میکنن 100% حمایت میکنم تا مو حدی که در توان خودم من حیث یک فرد است در حمایشان است. آقای سراج خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما بسپارید. تشکر.